متاسفم گانتر، همش تقصیر خودت بود. گوش میکنم. بگو ببینم تو کی هستی آگنیج؟ خیلی وقت رادیو نوفو میشناسی؟ آره؟ از موسکو، از 1941. یعنی شما قبول دارین؟ من چیزیو قبول ندارم. فرمانده، شما از راه اشتباهی وارد بحث میشید. نیازی به این پرسش‌های بی خودی نیست. بی پرده سوال تو در مورد کاتیا بپرس. این بهترین کاره. منو ببخش. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیتس مدیا انترتینمنت. متوجهی که من اینجا تازه واردم و اون بالایی همیشه در حال ارسال گزارش هستن، باور میکنی؟ نیازی به دونستن این حرفو ندارم. من فقط یه چیزو بهت میگم که خودت بهتر میدونی. هیچ وقت یه تیک کاغذ در مورد یه آدم کل حقیقتو نمیگه. رفیق کاپیتان، تیم شناسایی برگشت، تلفات داریم. لعنتی. سب کن، چی گفتی؟ یعنی چی اونو آزاد کردن؟ یعنی رودیونوف رو که دستور دادم تا رسیدنم بازداشت باشه آزاد کردن، اونم بدون اجازه من؟ کیم چین دستوری داز؟ جنرال سوموف؟ منظور چیه که من بدون تکتیر انداز نمیتونم موفق بشم؟ بله بفهم، منم نقشه های خودمو دارم. چی؟ خیلی خوب، عجب. فکر کن اون دختر بدون اجازه من آزاد شده، انگار شهر هرته. میبینی جنرال به اونا دستورشو داده. شاید بهتره بریم اونجا. میخوای بریم؟ فکر بدی نیست. اونا ژدانوویچو نمیشنسن. خیلی خوالیشون میکنم. اونا جلوتر از ما بودن و منتظرمون بودن. اونا راحت مثل کبک شکارمون کردن. واقعا شرم‌آوره. خب مشخصه آلمانا خیلی بهتر عمل کردن. پوششتون چی شد؟ تکتیر اندازه کجا بودن؟ فکر کنم از دیدشون دور بودیم، چون فقط موقع برگشتم بود که اونا متوجه حضورمون شدن. قربان، چطور ممکنه؟ توضیح بده. صدفان ارشاد، تو حرفی برای گفتن نداری؟ من حرف اضافه ای ندارم قربان. افرادم مشغول دیدبانی بودن، یکی از اونا رو هم کشت. فقط یکی؟ سه نفر در مقابل یکی؟ فکر نمی کنی رودیونوف اوضاع اصلا به نفع ما نیست؟ این تفنگ حرفه‌ای برای همین دست شماست. آلمانی ها احمق نیستن، اونا میدونن ما اینجاییم. ارتششون داره آماده میشه قربان. بذارید برم. خفشو! وقتی دستور میدم بری، باید بری. بدون اجازه من حق خروج از اردوگاه نداری. منتظر دستورات ویژه من باشین. حالا گمشین. حداقل گزارشتو بده. میگه عملیات از اولم شکست خورده بود. اصلا بریم به درک. رفیق کاپیتان، یه راهی برای عبور داشتیم که کاملا شناسایی و مطمئن بود، اما زمانی که ما در حال آماده شدن بودیم آلمان ها مجددن این گزارش کردن. به نظرم انصاف نیست تکتیر اندازه رو بخوایم سرزنش کنیم. 800 رو دفن کنیم. اطاعت. باید یه فکر کرد. لعنتی ها، میکشمتون. Thank you.
امنیت در اطراف صد برقرار شده. همچنین نگهبانای بیشتری در نقاطی که کلید انفجاری گذاشتیم وجود دارن. کار معدن 40% پیشرفت داشته. ولی متاسفانه متخصص و مواد منفجره خیلی کم داریم. سرهنگ، من اصرار دارم تحویل مهمات به صد به موقع سازماندهی بشه. من به مشکلات شما با بمب افکنای روسی، تک تیراندازا یا هر چی که هست اصلا اهمیتی نمیدم. بله جنرال. این صفحه کنترل داخلی انفجار سده. به کارتون ادامه بدین، راحت باشین. ریاست این بخش با سوتوان مولره. کلید انفجار دست خودشه. سوتوان مولر میدونه در صورت حمله روسا چه اتفاقی بله میفته؟ اون با تمام وجود آماده ی این کاره. لطفاً صداش کن. جنرال میخواد تو رو ببینه. جناب جنرال، سوتوان مولر. های، هیتلر. آزاد باش. ما رو تنها بذار. اطاعت کن. اهل کجایی پسرم؟ اهل باواریا هستم جنرال. شهر مورد علاقه رایش. من میخوام ازت بپرسم که میدونی در صورت پیشروی روسا تو باید جونتو فدا کنی؟ بله جناب جنرال، من از مرگ نمیترسم. من حاضرم جونمو به خاطر پیشوا و آلمان بزرگمون فدا کنم. کلیدو نشونم بده. فقط شما کلید داری؟ بله، فقط یک کلید هست که اونم دست منه. من به تو افتخار میکنم، پسر شجاع. میتونی بری. حال! گوستاف. اسم من گوستاف مولره. ویکا ببین به چیزی نیاز نداره. من به چیزی نیاز ندارم. کی اونو کشت؟ کیو؟ کی اون تک تیر اندازو کشت؟ چی داری میگی کاتیا؟ ماموریت ما فقط دیدبانی و شناسایی مخفیانه بود. ما برای کشتن کسی اونجا نرفتیم، فقط برای شناسایی رفتیم. کاتیا، ما اونو نکشتیم. لعنتی، پس کی اونو کشته؟ کاتیا، باید یکم بخوابی. چند روزی هست که اصلا نخوابیدی. اینطوری از پا در میای. کاتیا گوش کن، اگه مشکلی داری با ما در میون بذار، شاید بتونیم کمکت کنیم. دخترا، من مشکلی ندارم، میخوام بخوابم. حالا هم برید، خوابم میاد. بریم، بیا بریم. با اجازه. ساکت باش، آروم. گوتر، بلمه که تو حسابی مستی داری باجوی خالی اونو بری تو میشکک بفروشی. کاترین، چطوری میتونی همچین فکری راجب من بکنی؟ من یه ورزشکارم، منو دزدی، اونم با تیای بیارزش. واقعا که خب، همه چی آماده است. الکس، اول تو بزن. عالی بود. خیلی خوب، بدش من، نوبت منه. کار جرزنی بود. بکش پر بسته، کافیه، کافیه بچه ها، تمومش کنی. بسته دیگه، تمومش کنی. بکش پر جرزنی. معلومه. خب ببینم، تو میخوای امتحان کنی؟ من
اسلحه خودمو دارم. اوه بازم اون تیرکمون؟ تیرکمون بچه گونه. تو رو خدا مواظب باشی وقت کار دستمون ندی. سلاحت خیلی مرگ باره. ما رو نکشی. نگاه کن. کارت حرف نداشت. حالی بودی. گونتر به تنهایی سه افسر اطلاعاتی روسیه را از بین برد. در نهایت خودش با گلوله تکتیرانداز کشته شد. صدفان ارشد اشمیت مثل یه قهرمان ما رو ترک کرد. گوش کن سرهنگ، دستور میدم مدارک ترفیعش سریع آماده بشه. جسد قهرمانو با احترام دفن کنید. بله جنرال. به کارت برس. لعنتی، به من اطلاع دادن که گونتر یادم شرور و سر به هوا بوده، این درسته؟ متاسفم جنرال، اما من اونو شرور نمیدونستم. گونتر فقط یکم متفاوت بود، اما این به معنی شرارت نبود. من تو و خانوادتو میشناسم و خوب میدونم دلیل این کار چیه. این خصلت ارثیه فون ووس. میدونم تو پایبند اصل و نسبتی و فکر میکنی اون نامه ها رو دوستت نوشته. گلوله ای که به قهرمانمون اصابت کرد اصلا اتفاقی نبوده، بلکه هدفدار بوده. معلوم نیست چند تا نامه دیگه توی اتاقش باشه. میدونی چیه الکساندر؟ ارادت قلبی من به تو حد و مرزی داره. حالا گذشته از همه اینا، تو چه نقشه‌ای برای آینده داری؟ به دیدبانا زنگ زدم قربان. میخواییم اونا رو غافلگیر کنیم و قتل عامشون کنیم. باشه، میتونی بری. الکساندر فون ووس. خواهش میکنم زنده بمون. اینهاش خودشه. از کی با کاتیا آشنا شدی تاتیانا؟ نزدیک رشف. تو سپتامبر 42 و بعدم استالینگراد. و تو ویکتوریا؟ فوریه امسال تو بلگراد. لوسی تو جوان. کورس گورل. من زودتر شناختمش. کاتیا از اودسا. اون تو سواتسپور تیرانداز شد. من یک ماه ناپدید شدم و بعدش موفق شدم گروهی مثل اینو درست کنم. بهترین ها رو انتخاب کردم. حالا لوسی، اولین تلفاتمون. یه چیزایی از دور و اطراف شنیدیم، اما اون خیلی راجع به خودش و زندگیش حرف نمیزنه. خب واسه همینه که بهش میگن جادوگر جنگل. اون بهترینه. همین الانم هم فرمانده شما تو دردسر افتاده. درسته که کاتیا خیلی قویه، اما تنهایی نمیتونه از پس همه چی بر بیاد. شما باید کمکش کنی. قصه نخورم و گوش، فقط بگو ما چی کار کنیم.
ما جونمون رو واسه کاتیا میدی. من از کجا بدونم؟ خودتون عقل و چشم دارید. اون فرمانده شماست، پس بهش گوش بدین. خب چشمم روشن. اینجا نشستین پشت سر من حرف میزنین، به جای این حرفا پاشین به کارتون برسین. اما گوش، من به سه بسته سیم با نارنجک نیاز دارم که سری بشه جایگذاری کرد. این اولین مورد. دوم، تمام مهماتو بررسی کنی. سومن، همه اسلحه هاتونو برای سرویس به گروهبان بدی. کاتیا بهتره کمی صبر کنی. اینجا من دستور میدم تانیا، اسلحه رو برای آماده شدن به گروهبان تحویل بدی. گروهبان یک ساعت و نیم وقت داری. اطاعت. باش. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیتس مدیا اینترتینمنت. مطمئنی که کارت درسته؟ اگه ما نه امو گوش، پس کی؟ البته که درسته. بیا امروزو بهشون آوانس بدیم. اگه من اونجا بودم ممکن بود گونتر کشته نشه. دیگه نمیشه کاریش کرد. بله، اما گوش کن الکس، من اصلا متوجه یه چیزی نمیشم. چرا جای گلوله روی پیشونیش نیست، بلکه دقیقا روی گیجگاهش؟ از پهلو بهش شلیک کردم. از کجا میدونی گلوله چطوری وارد شده؟ به همون اینطوری گفتن. چی گفتن؟ کی این مزخرفاتو گفته؟ تو مگه اونجا بودی؟ از کجا میدونی چی شده؟ گوش کن چی میگم. به نظر میاد که اون تغییر موقعیت داده. این باعث شده که جاش لو بره. میدونی آرنی، گاهی پیچیده ترین سوالا آسون ترین جوابا رو دارن. هرچه سریعتر از اینجا دور شو. برو برو. تو فوق العاده ای، دوست. برو. با من ازدواج میکنی؟ قول میدم فردا من و تو همه چیزو به بابا میگی. موافقی؟ حق با توه، ولی اینو بدون که من عاشقتم. حالا برو. گونتر یه سرباز واقعی بود و دوست من. من فکر میکنم که اون باید الگوی هممون باشه. ما باید به این فکر کنیم که چطوری انتقامشو بگیریم. برای مثال تو هانسمن، وظیفتو میدونی؟ میدونی باید چی کار کنی؟ اولویتت الان چیه؟ به طور کلی وظیفم شکار یک تک تیرانداز روسیه. گونتر اشمید بهترین دوست من بود. ما هممون ناراحتیم که اون الان بین ما نیست. ما باید هر طور شده انتقامشو بگیریم. پس شما دنبال یه راه برای انتقامین. کجا باید دنبالش بگردیم؟ بذارین مسیر رو نشونتون بدم. اینجا بالای رودخونه یه تپه وجود داره. درسته. تو از اونجا باید 2000 پله بالاتر بری. منظره فوق‌العاده‌ای داره. اگه خوب دقت کنی حتما اونجا پیدا شد. درسته درسته. این گروه من قربان. افراد به خط، آماده، حرکت کنین. امروز دوستامون ما رو ترک کردن. غرورشون و خنده‌هاشون برامون موند و خاطراتشون تنها یادگاریشونه. بیاین هیچ وقت دوستامونو فراموش نکنیم. تو قشنگ حرف میزنی اما جیگر انتقام گرفتن نداری. ساکت الیاکوف، ساکت باش و بنوش.
بیا بگیر پسر جون، سهم تکتیر اندازه رو یادتون چرا دادن این پیره مرد اینا رو بیاره؟ حتما خودشون خجالت میکشن. شیشمارین خفه شو. ویلمان واقعا که شرم آوره. شیشمارین باید خجالت بکشی، راجبه اونا حرف نزن. الان چی گفتی؟ چرا من باید خجالت بکشم؟ زود باش النیاکوف، اینو از اینجا ببر بیرون. نمیشه، من باید حرف بزنم. همه چی تقصیر اوناست. بس کنید رفقا. گناهی نداری. داری چی میگی؟ میگی که من تمام مدت راهو اشتباه میرفتم؟ داری مزخرف میگی؟ امکان نداره. تو به عنوان یه رزمنده باید یه چیز خوب بفهمی. همه این سرزمین از همین خط مقدم و پشت جبهه تا اون ور دنیپر همه مال ماست و باید مال ما بمونه تا یه روز بچه های ما روی اون راه برن. سلام، اوضاع چطوره؟ فعلا همه چی آرومه. این عالیه. اونجا یه خبراییه. خوبه. تو فعلا نمیتونی ببینی. افتادن تو قلاب. الان دیگه تو چنگمونن. کارشونو یه سره میکنی. فرولوف بهش بگو آتیش تو خونه رو روی این دوتا میدون باز کنه، از چپ به راست به فاصله 2 دقیقه. زود باش. باشه. لشکر کیه؟ فرمانده من هستم رفیق سرهنگ، ستوان ارشد ویلمن. ببخشید ستوان ارشد، فراموش کردم خودمو معرفی کنم. سرهنگ دوم ژدانوویچ. آه
رفیق کاپیتان، نقشه رو آوردم، دشمن اینجاست. 48 درجه به شرق، 10 درجه بالا، آتش. کاپیتان، اینجایی؟ شما حالتون خوبه؟ خب من اینجا با پیش آهنگا یه کمی خوش گذروندم و یه کمم مشروب علا خوردی. تو چرا نبودی تو ضیافتمون؟ من دقیقا نمیدونم چرا همچین رفتاری میکنیم. ژدانوویچم از کمیته ضد اطلاعات. فهمیدم. راستش با هم تماس نگرفتن. چیه؟ تو انتظار نداشتی منو مست ببینی؟ به هیچ وجه رفیق سرهنگ. اصلا میدونی افسران تو چه وضعیتی هستن و اینکه به خودشون مشروب تو اردوگاه دارن؟ عذر میخوام قربان، عزادار دوستاشون. چرا همچین اتفاقی باید بیافته؟ متاسفم قربان. چی داری میگی؟ تا حالا به این فکر کردی اسلحت رو تحویل بدی و خودتو به دادگاه نظامی معرفی کنی؟ امر امر شماست جناب. آفرین که به سر حرف گوش کنی. پس چرا تقریبا گند زدیم به یه عملیات به این مهمی؟ نکنه تو دلت میخواد محاکمه بشی؟ هیچ وجه رفیق سرهنگ دوم. همین الان دلیل شکست این عملیاتو بگو. گروه با کمینه تکتیر انداز برخورد کردن. اونام تو منطقه مین گذاری شده. یا شاید آلمانیا قبل از عملیات اطلاع داشتن. شاید میدونستن عملیات کی و کجاست. البته این احتمال رو نمیشه رد کرد رفیق سرهنگ. چطور بگم، بعید نیست. خوب برای همین اومدم اینجا تا این مشکلات رو حل کنم و ببینم بعدش چی میشه. کاتیا، کجا؟ حرکت کن، اینجا بشی، بشی. باشه، هرچی تو بگی عشقم. اول از همه از هشدارت واقعا ممنونم و دوم بارون فونووس، وقتی اعتراف کردی عاشق منی، من خوشحالترین دختر روی زمین شدم. کاتیا، من دوستمو به خاطر نجات جون تو کشتم. تو گونته رو کشتی؟ آره، من. این تو بودی که به خاطر من اونو کشت. به خاطر من، بگو اونو تو کشتی به خاطر من. اما حالا تو اون کاتیا نیستی که من دوستش داشتم. آره درسته، من اون کاتیا نیستم. من و تو قبلا قسم خوردیم، اما این واقعیت داره که این اتفاق هرگز نباید میافتاد. و الان هم من هم تو خائنیم. شو سری بریم، باید بریم. فرمانده گروه تکتیر انداز کیه؟ کاترینا رادیونوف. رادیونوف؟ کاملا درست رفیق سرهنگ. رادیونوف از اسوتلوگوریسک؟ بله قربان، همینطوره.
دنیا عجب جای جالب و خنده‌داری به نظر میرسه. گوش کن سباتی، چای داری؟ چی گفتی؟ چایی میخوای خورم؟ بله، خواهش میکنم کاپیتان. کاترینا از اسفتلوگورسک. کاترینا از اسفتلوگورسک. زیر میز رو نگاه کن. چی؟ زیر میز، ببین زیر میز چیه؟ دیدیشون؟ بله، من نمیدونم اینا چطوری اومدن اینجا. من گذاشتمشون اونجا. دقیقا به من بگو چطوری اینا امروز به من رسیده. بلند شو. کی کلیدا رو به شما داد؟ شخصت اینا رو تحویلم نداده. دست کلیدو گذاشته بودن لب پنجره. فقط بدو خیلی خوش شانسی. من نمیفهمم، اگه کلیدا رو تحویل شما دادن چرا خوششانس باشه؟ چون مرتب و دست نخورده با یه روبان قرمز دورشون اونا گذاشته بودن توی اتاق من، جایی که بتونم ببینم. بشین سر جات. معلوم شد که تو کار اشتباهی نکردی. با کلیدها دزدیده شده بودن، میخواستم برات پاپوش درست کنن. به من نگاه کن. یه نفر میخواسته با تو بازی خیلی بدی رو راه بندازه، خیلی حرفه‌ای تر از تئاتر مسکو. خب نمیدونم کی میتونه همچین کاری کرده باشه. غیر آلمانی ها کی میتونه باشه؟ ولی اگرچه من هیچ وقت وفاداری شما رو زیر سوال نمیبرم، شما یه متخصص عالی هستید و دستاوردهای مهمی برای همه داشتید و هنوز هم میتونید داشته باشید. مطمئنن یه نفر با دزدیدن این کلیدها میخواسته با یه تیر دونشون بزنه و با رفتن به آشیانه باعث حذف شما بشه. خب الان پس همه چی کاملا مشخصه؟ نه مشخص نیست. الان دستگیرت نمی کنم، تو به کارت ادامه میدی، اما به احتمال زیاد نوبت به اونم میرسه، مجازات میشی. بیا این اتفاق رو به خاطر بسپری. دختر شما و دوستش هر دو افسر ارتش هستن و من میدونم که اون عاشق یه آلمانی شده. باید متوجه بشم. عمو گوش، اینجا چی کار میکنی؟ نگرانت بودم. این همون پسر است که دیروز اومد؟ درسته، همونم. یادت نمیاد؟ یادمه، همه چی یادمه. تو اونو ببند، باید استراحت کنی. بریم. خبردار! گزارش بده صدفان. ما 60% صد رو داریم کنترل میکنیم. تمام خطوط انفجار به طور عادی کار میکنن. بررسی ها هر نیم ساعت در حال انجام هستش قربان. من خیلی ازت ممنونم صدفان گوستاف مولر. آزاد باش. ها! راحت بشید. پس اون اسمم رو شنیده، میدونه اسمم گوستاف مولره. میبینی خیلی خوب پیشرفت کرده. آره واقعا بهش حسودی میشه.
میخوای باش چی کار کنیم؟ نمیدونم، احتمالا اونو با خودمون ببریم. نمیدونم عمو گوش، نمیدونم. خب اول از همه آروم باش. دوستش داری؟ دوستش دارم، دوستش دارم. خودت بکشیش یا بیاریش پیش ما، به هر حال کشته میشه، درسته؟ بله. پس آخر عمر خودتو نمیتونی ببخشی؟ آره؟ کاتیا، 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 یا بذار بره و هیچ عذاب وجدانی نداشته باش، یا همینجا بکششو. تمام عمرت با این تصمیم زندگی کن، تصمیم بگیر دختر.